در این قسمت میخوام شما عزیزان رو با از آشنا کنم. دوستان، کلمه از میتونه نقش‌های مختلفی داشته باشه، معانی متفاوتی میتونه داشته باشه، میتونه ربط دهنده باشه، میتونه حرف اضافه باشه و غیره. خب اگر همون معانی این کلمه رو در نظر بگیرید، در واقع همون معانیش کاربردش هم هست. خب یکی از پرکاربردترین معانی برای از به عنوان هست. به عنوان، مثلا میگیم I work as a manager، ها؟ یعنی من به عنوان یک مدیر کار میکنم. ببینید I work، من کار میکنم as a manager، as به عنوان، به عنوان یک مدیر کار میکنم. و یا مثلا میخوام بگیم که تو مثلا به عنوان معلم در مدرسه کار میکنی، ها؟ تو کار میکنی در مدرسه به عنوان معلم، ها؟ You work in the school as a teacher. You work in the school، ها؟ تو کار میکنی در مدرسه as a teacher، به عنوان یک معلم. یکی دیگه از معانی پرکاربرد از که باز همون حرف اضافه است، در واقع ربط دهنده هست، به این معنی دوستان، همانطور که، همانطور که. خب مثلا بگیم as I said، همانطور که گفتم، as I said، همانطور که گفتم. یا as you know، همانطور که شما میدانید. as my friend mentioned، as my friend mentioned، همانطور که دوستم بیان کرد. میدونید دوستان mention به معنی بیان کردن هست. as my friend mentioned، همانطور که دوستم بیان کرد یا همانطور که دوستم گفت، به این صورت. یکی دیگه از معانی پرکاربرد برای از وقتی که است، یعنی ما دقیقا به جای when، یعنی وقتی که، میتونیم از استفاده کنیم. مثلا as I go to school I see my friends. as I go to school، وقتی که میرم به مدرسه، I see my friends، دوستامو میبینم. یا مثلا میخوام بگیم وقتی که ورزش میکنم احساس شادابی میکنم. as I exercise I feel fresh. as I exercise، یعنی وقتی که ورزش میکنم، I feel fresh. fresh شاداب، من احساس شادابی میکنم. میتونستیم بگیم when I exercise I feel fresh، هیچ فرقی نمیکنه. یکی دیگه از معانی بسیار پرکاربرد برای از دوستان میتونه به معنی چون یا زیرا باشه. چون یا زیرا، مثلا میگیم که چون اون خسته بود رفت به رخت خواب، ها؟ as he was tired he went، went ها گذشته فعل go هست، معنی رفتن. as he was tired he went to bed، ها؟ as he was tired he went to bed، چون خسته بود رفت به رخت خواب. یا این جمله رو میتونستیم اینجوری هم بگیم، او رفت به رخت خواب چون خسته بود، ها؟ He went to bed as he was tired. در دقیقا مثل فارسی میتونیم بین دو جمله هم قرارش بدیم. یعنی به عبارتی ما دقیقا به جای because میتونیم از as استفاده کنیم. ممکنه برای خیلی از شما عزیزان این موضوع جالب باشه که as میتونه اینقدر پرکاربرد باشه. پس مهمترین کاربردهاش میتونه به معنی به عنوان، یا همانطور که، وقتی که، و همینطور به معنی چون یا زیرا میتونه استفاده بشه، که خواهیم دید چقدر میتونیم از این کلمه در جملات مختلف استفاده بکنیم. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر، با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.